بعضی از خبرنگاران و عالمان تحریریت رادیو آزادی تاجیک را در سیاست یک طرفگی متهم می سازند که بر منفیت حکومت تاجیکستان روانه شده است. طبق بیانات اجرا کننده وظیفه پرزیدنتی دیزی سیندلر از 25 مارت گفته می شود که طی یک چند ماه اخیر نسبت رادیو آزادی یک چند عیب ها پیشبری کرده شد. در خلاصه عیبنامه گفته شده است که خدمات رادیو آزادی تاجیک موقع سیاست حکومتی را اینچنین در جریان قبول قرارهای تحریریتی حکومت تاجیکستان مداخله نموده است. سیندلر در بیانات خود قید نموده است که بنابر کارهای در بالا ذکر شده رادیو آزادی تفتیش فعالیت نمایندگیش را در تاجیکستان آغاز نمود. اینچنین ماموریت رادیو آزادی برای گذرانیدن تفتیش متنهای چاپ شده اکسپرتیز داخلی مستقل را سپارش نمود. سنه 26 مارت مؤلفی سامانه اینترنتی یورازیان نت آرگ پیتر لیونارد تفتیش خود را ایدی فعالیت رادیو آزادی نشر نموده است. با کارمندان سابق و حاضره رادیو آزادی اینچنین با رهبریت آن نیز هم صحبت شده است. با عقیده لیونارد محررهای کلانی آزادی که در شهر پراگ هستند از موضوع ها و مقاله هایی که حکومت تاجیکستان را تنقید می کند کنار جویی می نمودند. اینچنین سنه 28 مارت در سامانه اوپن دموکراسی نت مقاله نشر گردید است که در آن 22 عالمان دانشگاه های اروپایی و آمریکایی عاید یک طرفه بودنی آزادی نسبت لیدران مخالفین تاجیک و پنهان نمودنی حقیقت کارهای شده استاده در کشور گفته می شود. میگیم نوی 60 سال 50 سال امر ببینیم نوی بینیم خیلی کارمون اخ نکی ببینی کارمون